دستگیری دو دختر موتور سوار در شهر دسفول با ساپای گستردهی داشته در شبکه‌های بویژه در شبکه‌های اجتماعی. به نظر شما دلیل این دستگیری ها چیه؟ برخی معتقدن که محدودیت ایجاد میکنه. شما چه فکری دارید؟ بیاین روی خط و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونید تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونید از طریق سکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با ما همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام ما رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یک ساعت پیش رو با شما همراه هستم با برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد پیامدها و بازتاب‌ها و دلایل بازداشت دو دختر موتورسوار در شهر دسپول استان خوزستان که هفته پیش خیلی خبرساز شد و هنوز هم در شبکه‌های اجتماعی بویژه در شبکه‌های اجتماعی و محافل سیاسی و اجتماعی در موردش گفته میشه که چرا در ایران قوانین به شکل دلخواه تفسیر میشه و آیا در قوانین ایران جرم موتور سواری دختران یا نه. شما چه نظری دارین؟ این خبر رو شنیدین؟ در مورد پیامدهاش چی فکر میکنین؟ در ساعت پیش رو از طریق راه های ارتباطی که اعلام شد بیاین روی خط و دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارین. اول اجازه بدین گزارششون رو که همکارانم آماده کردن با هم ببینیم، بعد برمیگردیم به دیدگاه های شما. موتور سواری دو دختر در بوستان جنگلی لاله در شهر دسفول خبرساز شد. در ویدئویی که از موتور سواری این دو دختر منتشر شد، تعدادی موتور سوار جوان دیگر نیز همراه آنها بودند. خبرگزاری ایرنا در گفتگویی با علی الهامی، فرمانده انتظامی شهر دسفول، از بازداشت این دو دختر خبر داد. فرمانده انتظامی شهر دسفول میگوید در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اخلاقی و مقابله با ناهنجاری، این دو دختر هنجار شکن با همکاری بسیج و منابع مختلف خبری دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. جای درده که در قرن 21 وقتی که دختران سوار موتور بشن این رو به عنوان هنجار شکنی اعلام بکنه نیروی انتظامی و دو روز در به در دنبال این آدما بگرده که انگار که مثلا سرقت مسلحانه کردن، انگار یه اتفاق خیلی ناگواری افتاده در رابطه با اینکه اینها موتور سواری کردن و در نهایت اونها رو تحویل قوه قضاییه بدن. و اینجا این عدم واکنش دولت بسیار نکته‌ایه که خیلی باید بهش دقت بشه، چون که در واقع دولت باید ضامن تضمین آرامش و حقوق شهروندان یک کشور باشه. این چیزی که دولت انجام نمیده و این وظیفه‌ایه که در واقع باید انجام بده، شهروندانش رو باید حمایت کنه. نیروی انتظامی حق این رو نداره که به صورت قانون، بدون قانون، بدون استناد به قانون، گرچه که قانون کشور نقض‌های بسیار زیادی داره ولی در این زمینه حتی قانون شکنی هم نشده، حق نداره که مزاحمت برای شهروندان ایجاد کنه و این وظیفه دولته که حمایت کنه از شهروندان. در طی سالهای گذشته همواره محدودیت و سختی‌های بسیاری برای زنانی که علاقه‌مند به موتور سواری و دوچرخه سواری بودند وجود داشته است. در ایران قانونی برای ممنوعیت زنان از موتور سواری و دوچرخه سواری وجود ندارد. تنها با استناد به بعضی استنباط‌ها از دستورات شریعت است که این محدودیت در جامعه وجود دارد. حکومت می‌گوید زنان می‌توانند موتور سواری کنند، می‌توانند دوچرخه سواری کنند، اما در جایی که برای آنها در نظر گرفته شده و به دور از چشم مردان. روحانیان در ایران معتقدند دوچرخه سواری یا موتور سواری در مجامع عمومی و در منظر نامحرم غالبا موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با عفت بانوان است.
جالب اینجاست که زنان در ایران می توانند ترک موتور سوار شوند که هیچ مشکلی نه برای آنها نه برای جامعه به وجود بیاید. اما بحران از آنجا آغاز می شود که آنها فرمان موتور را به دست بگیرند. مسائل مشابه کم نیست. زنان خارجی می توانند به ورزشگاه‌های ایران وارد شوند، در حالی که در این ورزشگاه‌ها به روی زنان ایرانی بسته است. زنان توریست موتورسواری که از کشورهای دیگر به ایران می آیند می توانند آزادانه در خیابان‌های تهران برانند، اما زنان و دختران ایرانی نمی توانند. در طول برنامه حتما مرور می‌کنیم نظراتی که در فضای مجازی چه در فیسبوک چه در اینستاگرام و همینطور توییتر دریافت کردیم و کاربران دیگه‌ای که جزء کاربران روی خط نیستن ولی از کاربران فضای مجازی هستن. شما هم می‌تونید امشب علاوه بر راه‌های ارتباطی که در ابتدای برنامه براتون گفتم، یعنی هم تلفن برنامه هم از طریق اسکایپ، می‌تونید از طریق پیامگیر هم در برنامه شرکت کنین، نظرتون رو منعکس کنین. شماره پیامگیر هست 202-382-72-05. همکارانم در اتاق فرمان منتظر پیام‌های شما هستن، زنگ بزنین، نظرتون در برنامه قطعاً منعکس میشه. شهرام از مشهد روی خطیم، بفرمایید. الو بفرمایید. سلام استاد سفیری. سلام بر شما. ببینید استاد سفیری، دوستان جمع اینکه ما که ایران هیچ محدودیت نداریم برای رانندگی زنان توی قانونمون، بعدا میبینیم رانندگی با ماشین هیچ مشکلی نداره، ممنوعیتی هم نداره. حالا این بحث موتور سواریه که حالا من این گذاشتن بهتره که شما با عربستان بپردازید که میاد برای حتی رانندگی ماشین هم جلو خانوها رو میگیره. البته بودجه شما هم از همون عربستان داره تامین میشه. آقای شهرام ببخشید، عربستان سعودی پول هم توزیع میکنه بین شهروندانش، ما بعد از اون بخوایم دفاع بکنیم؟ اصلا موضوع ما عربستانه، ما در مورد عربستان صحبت میکنیم. شما لطفاً بفرمایید که چرا این دو دختر بازداشت شدن؟ مگه زمانی که خانم ها میرن گواهی نامه میگیرن یا کسانی که از شهروندان ایرانی میرن گواهی نامه میگیرن به جنسیتشون توجه میشه؟ بفرمایید. و شما به موضوع عربستان اصلا موضوع ما عربستان نیست. ببینید شما دارید اجازه بدین، شما میخواین وقت برنامه رو تلف بکنی، بنابراین من این اجازه رو به شما نمیدم. شما برنامه رو دنبال کنین، نظر دیگران رو هم بشنوین، این بهترین راهه. محمد رضا از ایران روی خطیم، بفرمایید. محمد رضا از ایران. الو بفرمایید. سلام. سلام بر شما. ببینید من اتفاقا راجع به موضوع موتورسواری بانوان خیلی هم میتونم راجع به الو بفرمایید. صداتون پخش میشه متاسفانه. محمد رضا ارتباط شما ما قطع شد. خانم ترکمان از روی از نیویورک روی خطین. خانم بفرمایید. سلام آقای سفیری. سلام بر شما. سلام خانم ایران دوست، خسته نباشی. ممنونم. آقای سفیری جسارت نباشی، اول از اینکه این آقا شهرام انقدر مرد نبود که صدای خودشو عوض کرده بود، این یک. بعد دوم از این، تا این مردم عوام ما روشن نشن مملکت درست نمیشه. و خنددار اینجا بود که وقتی میبینن کار بدی کردن تو تلگرام مینویسن این خانمای موتور سوار همراهشون مشروبات الکلی بوده. شما ببینین اینا دور از جون، انگار مردم رو فکر میکنن که مردم متوجه نیستن، نمیفهمن. و فقط باید خانم ها خودشون بیدار بشن از خواب غفلت، بیان خیلی درست و اصولی مطالباتشون رو از دولت بخوان، به جای اینکه میرن روزه و اینا، بیان تو خیابون مطالباتشون رو درست
خانم ترکم و ممنونم که اومدین روی خط. عذرخواهی میکنم که فرصت برنامه محدوده، ما باید بتونیم زمان رو مدیریت بکنیم. بیننده برنامه بخش روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین، همراه ما باشید. بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید. با فیسبوک شروع می‌کنیم. رضا از کاربران فیسبوک روی خط میگه نظام جمهوری اسلامی در حالی دم از امنیت ملی میزنه که به مشکلات مردم و جامعه رسیدگی نمی‌کنه. برخورد و مقابله قهری با مردم مختص نظام‌هایی که به سوی درگیری داخلی کشیده میشن و با کوچکترین حمایت بیگانه به جنگ داخلی تبدیل میشه. حساسیت نظام در این 4 سال پیش رو معادل 40 سال گذشته است و باید به مشکلات مردم و جامعه رسیدگی بشه، نه اینکه اونها رو تحریک کرد. روزنامه شرق به قلم شهرزاد همتی مطلبی رو در خصوص دستگیری این دو دختر موتورسوار در دزفول به چاپ رسونده. نویسنده مصاحبه‌ای داشته با یک جامعه شناس و یک وکیل پایه‌ای دادگستری. دکتر مسلم صداقتی، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، در گفتگویی که با شرق داشته گفته در متن خبر آمده است که این زنان با موتورسواری هنجارشکنی کردند. صرف موتورسواری زنان را نمی شود هنجارشکنی اطلاق کرد، مگر اینکه خانم ها مبادرت به زدن تکچرخ کرده باشند یا حرکات آکروباتیک از خودشان بروز داده باشند. اما موتورسواری برخلاف دوچرخه سواری حرکات خاص و رکابزنی هم ندارد که باعث مسائل شرعی بشود. در ادامه همین جامعه شناس میگه ضمن آنکه ممکن است از آنجایی که این زنان از سوی پلیس امنیت اخلاقی دستگیر شدن مسئله بدحجابی داشته باشند، اما بعد ماجرا اینجاست که در خبر منتشر شده مسئله خلاف عرف آنها موتور سواری ذکر شده نه بدحجابی. صحبت دیگه‌ای که نویسنده داشته با نعمت احمدی بوده، وکیل پایه یک دادگستری، که اشاره کرده که هیچ منع قانونی هم مبنی بر دوچرخه سواری زنان وجود نداره و گفته هیچ منع قانونی برای زنان درباره استفاده از هیچ وسیله نقلیه‌ای وجود ندارد و برای استفاده از موتورسیکلت هم صحبتی از جنسیت راننده نشده است. قانون صرفاً شرایط فرد را برای راننده اتوبوس، موتورسیکلت، کامیون و ماشین سواری ذکر کرده است. آقای احمدی با اشاره به اینکه بازداشت زنان موتورسوار دزفولی غیر قانونی بوده گفته در هیچ کجای عرف درباره منع زنان در استفاده از موتورسیکلت نیز بحثی نشده، مگر اینکه خود زنان بخواهند محدود شوند. اما نویسنده در انتهای همین گزارش به مطلبی اشاره کرده که میگه مسئله موتورسواری زنان متعلق به این سالها نیست، قبلا هم مطرح بوده، تیتر برخی از روزنامه‌ها و خبرها هم بوده، اما ماجرای اصلی بلا تکلیفیه. هیچ مرجع قانونی نمیدونه که موتورسواری زنان ممنوعه، اما با اون برخورد میشه و به نظر میرسه که این گونه محدودیت‌ها جدای از هزینه‌زا بودنش بیشتر برای زنان محدودیت ایجاد میکنه. شما چی فکر میکنید؟ منتظر نظراتتون هستیم. بیاین و در برنامه امشب شرکت کنین. مسعود بهمن از ایران روی خطین، بفرمایید. سلام عرض میکنم. سلام برشون، بفرمایید. عزم خدمت شما، دوباره یکی دیگر شاخصه های یک حکومت دیکتاتوری خودشو نشون داد. ما دیدیم این نظام کلن با تفریح، با بالاخره خوشگذرونی ما مردم مشکل داره. دیدیم در میتینگ آبازی یک عده نوجوان توی پارک چطور به حساب حالا مامورا ریختن و اونا رو گرفتن و بالاخره به هم زدن، یا با به حساب مهمونی ها که توی حالا
جاهای سربسته. این هم یک نمونه بارش. یک حرف دیگه هم با خود ملت دارم که واقعا ما ملت هم پشت همدیگه رو واقعا داریم خالی میکنیم، میدون میدیم به این نظام که هرچی بیشتر اینجور کاراشو ادامه بده. به نوعی اگه راحت تر بگم، واقعا دیگه غیرتی در بین ما ملت نمونده. بی غیرتی دیگه تا کجا؟ اجازه بدین ببینید آقای بهمن، اجازه بدین شما مخاطب قرار میدین یه جمعی رو و از کلماتی استفاده میکنین که کلمات شایسته این نیست. امیدوارم که در بحثا به جملاتی که به کار میبرین، به کلماتی که به کار میبرین و باشون جملاتی میسازین که مخاطب رو قرار بدین، به فکر رسانه‌ای هم که در واقع از طریق اون میخواین پیامتون رو بدین باشین. سپاسگزارم که اومدین روی خط. مهران از آبادان روی خطین، بفرمایید با اسکایپ. مهران از آبادان با اسکایپ. ساسان از ایران با اسکایپ روی خطیم. درود به شما آقای سفیری. درود بر شما. به نظر من دولت ایران و نظام ایران، حالا رژیم ایران، با رانندگی زن به نظر من مشکلی نداره. خب همونجور که میدونید، شما هم خبر دارید، بسیاری از رانندگان خودروها الان زنان هستن. ولی این اتفاقی که در دسفول افتاد آقای سفیری، به نظر من یک اتفاق عادی نبود، یک ناهنجاری بود. شاید شما فیلمی که از این دوتا خانم پخش شد رو دیدید، یک موتور و دو سرنشین خانم و در حدود 25-30 تا موتور دیگه است که همه جوانای پسر هستن و دوروبرشون هستن، سوت میزنن، کف میزنن و حتی وقتی که این دو نفر اون مسیر رو طی میکنن میستن، چند نفر میرن اینا رو میبوسن. و به نظر من این ناهنجاری که در جامعه اتفاق افتاد باعث شد که این خیلی خبرساز بشه و این دو نفر دستگیر بشن. همونجوری که الان خود شما دارید. اجازه بفرمایید کی مرتکب این ناهنجاری شده به تعبیر شما؟ به نظر من ببینید، این دو نفر باعث ناهنجاری نه، ببینید دو نفر سوار موتور شدن، درسته؟ تا اینجاش بله. جرمی مرتکب شدن؟ ببینید ببینید شما به صورت کلی نمیتونید که حکم صادر بکنید. که شما یک مقدمه ای رو صحبت میکنید، بسیار هم مقدمه شیک و فاخریه، بعد نتیجه ای که میگیرید موقعی رو مقدمه شماست. این نمیشه. ببینید این دو نفر آیا به نظر شما صرف این که سوار موتور شدن جرم مرتکب شدن یا خیر؟ آقای سفیری ببینید، جرم مرتکب شدن یا خیر؟ نه ببینید، جرم مرتکب شدن یا خیر؟ قطعاً جرم مرتکب شدن و یه ناهنجاریه. و این آقای سفیری طبیعیه که شما از این ناهنجاری دفاع کنید و بیاید برنامه بذارید و اینجوری دفاع کنید. ما از حقوق مدنی زنان در ایران و در سراسر جهان دفاع میکنیم. این دو نفر گواهی نامه ببینید شد الان دو تا مطلب. ببینید اجازه بدین شما بیانیه نیروی انتظامی رو بخونید، بگید اینا گواهی نامه نداشتن، بله جریمه شون میکنن. شما خودتون اجازه بدین مشکل حل میکنم من الان. ببینید شما بالاخره ایشون اینا رو به دلیل اینکه گواهی نامه نداشتن گرفتن یا به جرم هنجار شکنی؟ چرا پلیس کلمه ارتقاء امنیت اخلاقی رو به کار میبره؟ نداشتن گواهی نامه چه ربطی به امنیت اخلاقی داره؟ جریمه شون بکن، اصلا سر صدا هم نمیشه، میگیرن میبرن جریمه میکنن، اینا باید جریمه شون رو پرداخت کنن یا موتورشون رو توقیف میکنن. چرا خودشون رو توقیف میکنن؟ بله اینا چون گواهی نامه نداشتن جریمه شدن و موتورشون توقیف شده، ولی به علت اینکه وضعیت عادی و حالت عادی نداشتن و احتمالاً دچار حالت روحی متعادل و طبیعی نبودن، این علت دستگیری این دو نفر قطعاً همینه. و اون چیزی که باعث ناهنجاری شده آقای سفیری، اجازه بدین من به این بحث خاتمه بدم و بعد قضاوت رو بذاریم به عهده بینندگان برنامه که برنامه رو دنبال میکنن. از شما هم دعوت کنیم که برنامه رو دنبال بکنید به لحاظ اخلاقی، به کار بردن کلماتی که در واقع درست نیست. شما میگین که حالات روحی عادی نداشتن، مگه میشه کسی حالت روحی عادی نداشته بشه سوار موتور بشه و بعد یه مسیر رو طی بکنه؟ بنابراین شما دارین خودتون اتهام میزنین بر اتهامی که نیروی انتظامی اصلا روز اعلام نکرده. ممنونم، بیاین روی خط نظر بدین ولی در چارچوب اخلاق. روزیتا
نظرات رو ادامه میدیم با فضای مجازی. بابک میگه دلیل این محدودیت ها اینه که جامعه ما عقب گرد داشته. حتی اگر نهادهای انتظامی و امنیتی جامعه با این رویداد عادی کنار بیان، طیف گسترده ای از خود مردم به خاطر باورهای نادرستشون با این مقوله به راحتی کنار نخواهند اومد. بهروز میگه واقعا جای تاسف داره که این موضوع باعث نگرانی شده. اگه افرادی که از این موضوع نگران شدن، اگر شرافت دارن، باید نگران دزدی و ناامنی و تجاوز کردن به نوامیس مردم و جنایت و بی‌حرمت کردن خانواده‌ها و معتاد کردن جوانان باشن، نه موتورسواری دو دختر. در اینستاگرام مانی میگه در جامعه ما موتورسواری دخترها هنجارشکنیه. پس فکر کردین هنجارشکنی اختلاس و دزدی و فقر و این معضلات؟ نه خیر، ناهنجاری فقط تار موی زنهاست و بس. مملکت توییت کرده اسید پاشای اصفهان همچنان آزادن و دو تا دختر موتورسوار در دزفول پلیس با عملیات ویژه و ضربتی دستگیرشون کرده. سعید در واکنش به توییت مملکت با کنایه میگه اینا که مهم نیستن، الان مهمترین مسئله در کشور موتورسواری دختراست و باید به صورت ضرب العجل بهش رسیدگی بشه. رضا از کاربران روی خط توییت کرده اگر به زنان آزادی بیشتری داده بشه جامعه به هم میریزه. آقای ناصری از هلند روی خطیم، بفرمایید. خیلی خدمت شما جان و همینطور خانم ایران دوست. خواهش میکنم. آقای سفیری، وقتی من میشینم برنامه شما رو نگاه میکنم کلمات جدید یاد میگیرم. لطف میکنم. دست دادن عده جوان، بوس دادن عده جوان و همدیگر بوس دادن، این ناهنجاریه. بابا بس، تمام اروپا ناهنجاره، تمام امریکا ناهنجاره آقای سفیری. من توی من بنده دارم 33 ساله در که در یه جای ناهنجار زندگی میکنم. آخه این چه حرفیه شما میزنید؟ برید یه مقدار آقای سفیری سن من قطع میده که یادم بیاد که ما پلیس موتورسوار داشتیم، خانوم پلیس موتورسوار داشتیم در زمان قبل از فاجعه 57. روی ناهنجاری بود. ای کاش پلیس اعلام میکرد که اینها رو به خاطر نداشتن گواهینامه موتور و یا نداشتن کلاکاسکت ایمنی ما اینها رو گرفتیم. هیچ کس هم حرفی نمیزد، حق با پلیس بود. حق شماست که اینها رو بگیرید چون کلاه ایمنی نداشتن یا گواهینامه نداشتن. توجه فرمودید؟ ولی اینکه بیایم ما اسمش رو بذاریم ناهنجاری، آخه یعنی چه؟ این کلمه رو شما از کجا میارید؟ من فکر می‌کنم این خانم‌ها اگر کلاه کاسکت سرشون بذارن و اون ماسک داشته باشه، کسی چه می‌فهمه؟ این خانم داره رانندگی می‌کنه روی موتور یا آقا سر رانندگی می‌کنه روی موتور؟ آیا میشه تشخیص داد؟ مثل بورکاست دیگه، بورکا، اون چی میگن، اون اگه شما اونو بندازید که سرش تو خیابون این مرمر بره، کسی چه میدونه خانم اون زیر یا آقاست اون زیر؟ اینها از یک مشکل دیگه رنج میبرن. مملکت ما همه کارهایی که در تمام دنیا به صورت عادی و نرمال باش برخورد میشه اونجا ناهنجاره. همه چیزهایی که اینجا به عنوان ناهنجاری به یک پدیده شنی ازش نام برده میشه اونجا خیلی خوبه. من نمیدونم کاری رو که آقای سعید طوسی کرد ناهنجاریه. ناهنجاری نبوده. آقای ناصری سپاسگزارم که میایین روی خط و نظر میدیم. ممنونم. ابراهیم از تهران با اسکایپ روی خطیم، بفرمایید. ابراهیم از تهران با اسکایپ. با سلام و خسته نباشید خدمت شما. خواهش میکنم. به خدمت شما عرض کنم به غیر این سوالی که شما فرمودید منم یه سوال دیگه دارم. بفرمایید. حالا خانم‌ها که پشت رول موتور میشینن رانندگی میکنن هنجارشکنی کردن، ولی تو خود تهران شما شاید در روز بالای 500 تا مسافر زن رو ببینی که پیک غریبه میگیره پشت این آقا میشینه و مسافتی رو طی میکنه. این هنجارشکنی نیست؟ اگر قانونی وجود داره که نیست، چرا دوگانه برخورد میشه؟ در مورد این بایستی سوال بشه که چطوره که شما دو تا دختر سوار موتوری شدن، چه اتفاقی افتاده، چه آسیبی به این مملکت رسیده؟ شما اون کارایی که باید پیگیری بکنید و باید بکنید پیگیری کنید. چه اتفاقی الان افتاده که دو تا دختر نشستن پشت فرمون موتور؟ چه اتفاقی افتاده؟ ممنونم که اومدین روی خط.
به پایان بخش اول برنامه رسیدیم. تا آغاز نیمه دوم همراه ما باشید. برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا. فارسی اینستاگرام صدای آمریکا. این هم یکی دیگه از کارهایی است که جمهوری اسلامی میکنه. آیا خانم ها در کارتون خوابی، فروختن کلیه و یا کنار خیابون ایستادن روزبیگری مجازه؟ براشون اون کسب شأن نیست، ولی موتور سواری اگر کسی بخواد به کارش برسه در این عصر و زمانه یه چیز بعید و ممنوع هست. با فیسبوک شروع میکنیم. کوروش میگه هر چیزی که موجب راحتی و شادی و دلخوشی ناهنجاریه، از تماشای والیبال در ورزشگاه تا داشتن سگ خانگی، از مهمانی و پارتی خصوصی که زودتر از مهمانها کمین زدن تا پیاده روی و دوچرخه سواری. یعنی مشکلات ملت ایران رو هیچ کشوری در دنیا نداره و چیزایی که در تمام دنیا در موردش فکر نمیشه و عادیه در ایران ناهنجاریه. اون وقت دزدی و چپاول و گم شدن دکل نفت و گورخواب و کلیه فروش و بسیاری از معضلات دیگه ناهنجاری نیست. در اینستاگرام تهرانی میگه بعد از سال 57 که حق و حقوق زنان به طور شایانی سلب شد و خواسته هاشون رو به زور به این قشر 50% جامعه تحمیل کردن، حالا بیم اون دارن که موتور سواری شروعی برای احیای حقوق زنان باشه و به همین دلیل از اون جلوگیری میکنن. گلرخ یکی از کاربرانیه که در توییتر نظر داده و با کنایه میگه شما اینو به من بفهمونین، اگه یه زن ترک موتور بشینه اوکیه، ولی اگه خودش موتور رو برونه خلافه، هنجار شکنی میشه؟ رضا توییت کرده از کاربران روی خط که اول هر کاری در ایران از طرف خانم ها شروع میشه، مثل رانندگی ماشین که میگفتن حرامه، الان هم بی دلیل اشکال میگیرن مدت دیگه حلال میشه. کاربر دیگه میگه زنی بر ترک موتور و دوچرخه بشینه حرامه و جرم، اما اگر منتظر وسیله نقلیه‌ای باشه، هزار تا متلک و بوق و چراغ باشه حلال، تازه اگر مزاحمش هم بشه که دیگه قطعاً هیچ جرم کسی مرتکب نشده. روز هم میگه اصلا چرا خانمایی که ترک موتور مردم میشینن جرم نیست، ولی اگر دو تا خانم با هم دیگه موتور سواری بکنن این جرمه. مسعود شهاب از تهران روی خطین، بفرمایید. الو بفرمایید. الو بفرمایید. صداتون رسا نیست شهاب، اگر که میتونیم مجددا تماس بگیرید یا همکارانم وصل میکنم بیاین روی خط. سیاوش از تهران روی خط، این بفرمایید. سلام. سلام آقای دفیری. سلام بر شما. خسته نباشید. ممنون. گواهینامه ها که خود گواهینامه نتوشتی که برای خانوما ممنوعه رانندگی با موتور، هیچ جایی نوشته نشده. اینا نگیدم که جایی نوشته شده خانوما نباید رانندگی بکنن با موتور. حالا من خودم توی تهران بارها دیدم خانوما که با موتور رانندگی کردن این مشکلی هم نبوده. اما اگه بخوایم با حالت غیر طبیعی باشه، بله، منتن و موتور ماشینش هم که باشه با طرف برخورد میکنن، نه خانوم، آقا هم که باشه همینطور. خب ما اگه بخواید اینو بحثش بکنیم به اینکه اینا به خاطر اینکه فقط به خاطر موتور سواری باشون برخورد شده، این اصلا اشتباهه. اینکه میگن ناهنجاری ناهنجاری،
رخالت خیلی طبیعی نداشتن و یه وضعیت خیلی بدی بود. اینجا نگاه بکنیم توی فیلمش ما میبینیم که افراد پسرهای زیادی دورشون گرفتن بیوسی میکنن و یه ناهنجاری تو جامعه ایران. ما اگه بخوایم اینو وقتش بکنیم به این که فقط بگیم که موتور سوار بودن و این چیزا، این اشتباه واقعا. اگه شما بخواید اینجا از این ناهنجاری ها مثلا میشه دفاع بکنید. شما ببخشید، ببینید اجازه بفرمایید، شما این که دو نفر موتور سواری میکنن یک جمع در یک جمعی هم قرار میگیرن رو ناهنجاری نامگذاری میکنین؟ عرض میکنم که شما این که یک عده دو نفر خانم موتور سواری میکنن بعد کسان دیگه‌ای که موتور سوار هستند اونها رو تشویق میکنن، از نظر شما ناهنجاریه؟ نه، الان توی فیلم هم نگاه بکنید تشویق نیست، اینا رو بغل میکنن آغوش میگیرن، اصلا اینا حالت مستی داشتن، اینا حالت دیگه درستی نداشتن قطعا. به نظرم اگه اجازه بفرمایید، ببینید اگر که چنین مواردی که شما معتقدین وجود داشت حتما نیروی انتظامی اعلام میکرد، چون ما در سهد و سقمش نیستیم و نیروی انتظامی هم تا بار همچین چیزی رو اعلام نکرده، بنابراین نمیتونیم نظر شما رو بپذیریم. آرش از بلژیک روی خطین، بفرمایید. آقای صفی درود به شما. درود بر شما. من خواستم بگم این جریاناتی که تو جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته تو کشور ما این چند وقته تبعات سیاسی بسیاری برای حکومت دارای ما داره و اونا توجه نمیکنن، مثل جریان گورخوابی، مثل نرفتن زنها به استادیوم های فوتبال، مثل همین جریان آخر که هم موتور سواری دو تا خانم هستن. جامعه مدنی ایران هم باید از اینا دفاع بکنه. اونا، من بار اولی که این صحنه رو دیدم اصلا برام تعجب آور نبود، ولی نمیدونم چرا برای در حال یک سری توی ایران تعجب آوره. این جریان اصلا هیچ تعجبی هم نداره. من فکر می‌کنم خیلی جاهای دیگه هم اتفاق افتاده، فقط فکر می‌کنم کلاک نپوشیده بودن این مسائل ایمنی رو باید رعایت بکنن و هیچ محدودیتی من فکر می‌کنم برای زن‌های ما نباید وجوده. هر چی محدودیت تو جامعه وجود داشته باشه، شما مطمئن باشید که روز به روز به هر حال افراد سعی می‌کنن که خودشون رو مثل یک کسی که در حال غرق شدن نجات بده. و من درود می‌فرستم به خانم‌های ایرانی، شجاع ایرانی که توی روزها برنامه اومدین روی کار، اومدین روی خط. عذرخواهی میکنم، اسماعیل از اصفهان روی خطین. اسماعیل از تهران عذرخواهی میکنم روی خطین. سلام بر شما. سلام، ممنون، بفرمایید. میخواستم بگم این دوپامتون سوار زمین که گرفتم مشکل ما همین هست. این همه آدم تو این کشور کارایی میکنن خیلی بزرگتر از اینا، یعنی که از نداری، از بیکاری، از نمیدونم هر چی شما بگی، اینا هندارشکنی نیست، این هندارشکنیه. بعد چجوری بگم آخه من نمیدونم، اینا آخه میخوان آبرو مردم رو ببرن. دوتا زن موتور سوار حالا تو این بیابون گرفتن، هش خیلن سیمیش همه جا، یعنی که دو تا زن توی خیابان میدیدن روستایی پایین بالا، اون مامورا میان دست اینا رو میدیدن تو ماشین میبرنشون تو بازداشتگاه. این وقت اینا هزارشکنی نیست، این هزارشکنیه. من تعجب میکنم، یعنی میخوان مردم بترسونن به این کاراشون. حالا من نمیدونم، یا اون آقایی که به چهار نفر پنج نفر تجاوز کرده راست راست خیابانا میگرده باش کاری ندارن، این هزارشکنی همین هستم. ممنونم. روزیتا پری از کاربران فضای مجازی میگه خیلی چیزها در ایران خارج از هنجاره. امسال که حدود 2 ماه به پایانش مونده، من 3 بار هدف کیف قاپی قرار گرفتم. از شدت ترس دچار بیماری قلبی شدم. وحشت دارم کیف دستم بگیرم. با اذان غروب وحشت دارم بدون همراهی یک مرد در خیابان باشم. هرچند یکی مثل من با حجاب کامل از خونه بیرون میره و این مسائل معضل و مشکله و باید باش قانونی برخورد بشه، نه موتور سواری دو خانم. اسماعیل هم معتقد دید جنسیتی تمام این مشکلات و همینطور فقر فرهنگی که نیازمند فرهنگ سازی، وگرنه موتور سواری زنان نه فعل حرام نه کار خلاف. اگر راست میگن با خلافهای موجود در جامعه برخورد بکنن و در صدد اون باشن. در اینستاگرام یکی از کاربران میگه نتیجه آرای مردم، به نام سعید میگه نتیجه آرای مردم در انتخابات مجلس نمایندگانی میشه که محدودیت‌ها برای زن
زنان و یا تفاوت‌های بین زن و مرد مورد تاییدشونه. ولی اگر بخوایم از منظر حجاب اسلامی ببینیم، به نظر من نشستن زنان در ترک موتور بیشتر حجاب زنان رو از شکل اسلامی خارج می‌کنه و مهمتر از همه چادر زنانه که در ترک موتورسیکلت‌ها سوار میشن که بیشتر ایمنی خودشون و همینطور فرزندان خودشون رو هم به خطر میندازه. ضمن اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی هم هیچ به اینها اخطار نمیده و جریمه‌شون نمی‌کنه. اما از کاربران توییتر توییتایی که براتون آماده کردم در طول برنامه که از زمانی که شروع شده برنامه بسیاری از کاربران در توییتر روی خط توییت میکنن. اسماعیل میگه حکومت جمهوری اسلامی اصلا با حضور شاداب زنان در اجتماع مخالف و اون رو هنجارشکن میدونه در حالی که حق طبیعی زنانه. دریادل هم توییت کرده سلب حقوق زنان هنجارشکنیه یا احترام به حقوق انسانی اونها. میگه متاسفانه سلب حقوق زنان که با عنوان غیرت نامیده میشه و این فقط یک طنز تلخ. کاربر میگه تنها دلیلش عقب ماندگی فرهنگی و بازگشت به عقب. روز هم با این کاربر هم عقیده بوده. موین میگه در اینا زنان کم بوده برای نفس کشیدن هم اجازه بخوان. مسعود. سیروان از تهران روی خطین، بفرمایید. درود بر شما جناب آقای سفیری در خدمت همه شنوندگان و بینندگان صدای آمریکا. من یه نکته ای رو که مد نظرم هست از یک نوع نگاه متفاوت و نگاه مردم به بحث‌های فرهنگی رو میخوام مطرح کنم. این متاسفانه دوستی هم که همین الان یه جمله قشنگی گفت یا توی توییتا خوندن، این بحث فقر فرهنگیه. ما واقعا همین مردم خودمون اگه زنی مثلا سوار موتور بشه همین جمع میشن، انگار یه نوع به خودمونی بگم مردم بدید بدیدن. همین باعث شده که یه جوری به قولی گفتنی برای حکومت هم یک مثلا چیزی باید بشه که آقا این یه هنجار شکنیه. ما در حالی که میبینیم زنا اولا پشت موتور یا ترک موتور سوار میشن، خیلی هم تو شهرها میبینیم کسی چیزی نمیگه، ولی حالا اگه زنی سوار موتور شد یا از این منظر، من میگم فقر فرهنگی خیلی تاثیرگذاره. یه نکته ای هم هست در مورد بحث شرعی بودن این قضیه. من فکر نکنم حالا بحث شرعیش هم هیچ کس از مراجع اومده باشه اینو تحریم کرده باشه یا هر حکم حرمت داده باشه. ما در صدر تاریخ هم داشتیم که زناش سوار اسب شدن، شتر شدن. قدیم حالا شتر و اسب بوده، الان موتور شده. خیلی به نظر من چیزی نیست. این حساسیت ها به نظر من بخشش برمیگرده به خود ما مردم. ما این مسائل رو حساس کردیم و خود و آتو هم دادیم دست حکومت و این که بیاد اینو به فلا بانوانی هنجار شکنی قلمداد بکنه. من ممنون میشم. ممنونم از وقتی که به ما دادیم. مهدی از اردبیل روی خطین، بفرمایید. سلام، وقت بخیر آقای سفیری. وقت بخیر. ما جانم بفرمی صدا تو پخش میشه. از اونجایی که جامعه ما نزدیک به 14 هست که با چنین مسائلی بیگانه شده و از اونجایی اگه یک فرد معمول تو خیابون یک فرد مشهوری رو ببینه، به خصوص شهرستان های کوچیک، همه سعی میکنن برن باهاش سلفی بگیرن. به نظر بنده هم شاید اون افرادی که دنبال این خانوم های محترم را افتاده بودن دست تشویق این افراد رو داشتن که آفرین به جرأت و شهامت شماها که کاری رو انجام میدین که نه جرم هست نه هم‌داشتنی، بلکه یک ورزش سالمی هست که وقت فراغت خانوم هایی که علاقه‌مند هستن رو پر بکنه، به جای اینکه کنج چهار دیواری خونه بشینن و افسرده بشن و افسردگی خودشون رو به دور و اطراف خودشون انتقال بدن، میتونن شاد بشن و شادی خودشون انتقال بدن به اطرافیانشون. پس اگه کمی مردم حساسیت کاذب خودشون رو نسبت به این موضوع و حتی موضوعهای دیگه یه ذره کاهش بدن، میتونن این خانم ها آزادانه یه کار بکنن که نه جرمه نه. ممنونم از اینکه اومدین روی خط. ممنونم. آرش از ایران با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. سلام آقای صفری. سلام خانم ایران دوست، خسته نباشی. ممنونم. ببین آقای صفری، خودتون بهتر میدونی این یه چیز اصلا تعجب برانگیزی نیستش تو خارج از کشور. توی ایران خب اونم البته
این ماجرا برمیگرده به همون داستان همون آهنگ هپی بودش که رقصیده بودن. اینا رو زود دستگیر، اینجور چیزا رو زود پیدا میکنن دستگیر میکنن. هنجار شکنی و اینا برمیگرده به همون دختر مظلومی که توی اصفهان اسید ریختن، هنوز هم که هنوز چند سال گذشته پیدا نکردن. بعد اون آقایون هم که مدعی غیرت و اینجور چیزا، یه آخر شب بیان یه سر چهارراه، بعد هم خب اون خانمایی که میان برای چیزو برای تنفروشی و بعد برای به قول معروف این زیر پلا برن این خانمای کاردون خواب ببینن، بعد بیان در مورد غیرت صحبت بکنن. ممنون از لطفتون. ممنونم از اینکه بیننده برنامه روی خط هستین، در برنامه شرکت میکنین. پیامی هم از طریق وایس میل دریافت کردیم، پیامگیر برنامه که با هم میشنویم. به نظر من در هر کشوری چه از نظر مصلحت سیاسی و چه از نظر مصلحت مذهبی بخواهم برای خانوم ها محدودیت تفریحی، ورزشی و اجتماعی به وجود بیاورند، این نشانه تأخیر خانوم های آن جامعه است و این برخورد ها کاملا غیر انسانی و غیر اخلاقی است. من متاسفم که این اسم موتور سواری خانوم ها رو هنجار شکنی میذارن. اینا همه ناشی از همون افکار قدیمی و متعصبانه است که باید همیشه دست مرد بالای سر زن باشه و براش محدودیت ایجاد کنه. من متاسفم که کشتن نداها یا زندان کردن بیگناهان اینا هنجار شکنی حساب نمیشه، ولی موتور سواری دوتا خانم هنجار شکنی به حساب میاد. اگر آقایونی هم اونجا بودن که رفتار زشت ازشون سر زده، به این خانم ها حالا دست زدن، هر کاری که کردن، اون کسی که این عمل زشت رو انجام داده مقصره، نه کسی که این عمل روش انجام شده. ما باید ببینیم اونی که عمل رو انجام میده رو، عمل زشت رو انجام میده که به خودش اجازه میده به زن دیگه دست بزنه یا بی احترامی کنه، اون مقصره، نه اون کسی که این عمل روش انجام شده. سری جدید فرارو، دوشنبه تا پنجشنبه 12 ظهر به وقت واشنگتن، 8:30 شب به وقت ایران. VOA فارسی، اینستاگرام صدای آمریکا. میخوام دسپولی بگم به مردم دسپول. متاسفم سیتو که پشت این خانم وعده زمی حتی هم تهمت شایعه به سه پشت سرش. خودتو مخبر داره کوچه به کوچه خودت سوک همسات بزنی، او همسات سوک ایه بزنه، فقط به سه پشت سر هم دیگه غیبت کنه و سات یک دو بزنه. موقعا متاسفم سی مردم دسفیل، متاسفم سی تو که اخود خودتون ورسیده این فیلم پخش کرده یه ورسیده شایعه هم وعده پشت سر این خانه آبرو آمون هم برده یه. ممنون از
همراهانی که از پیامگیر استفاده میکنن و همینطور خانم هایی که در برنامه شرکت میکنن صداشون در برنامه منعکس میشه. مارا از کاربران فیسبوکی با کنایه میگه مشکل همین دوتا خانم بودن که راه پیشرفت مملکت رو گرفته بودن، الان دیگه راحت شدیم، کشورمون الان دیگه به پیشرفتش ادامه میگه، دیگه اختلاسی نخواهیم دید، فقر و فحشا از بین میره، اسید پاشی و خودفروشی زنان و دخترانمون به مرحله صفر میرسه، کارتون خواب و گور خواب دیگه نخواهیم داشت، مشکل بیکاری و اعتیاد جوانامون حل شد، کودکان کار رفتن سر درس و مشقشون، میزان خودکشی جوانان و نوجوانان کاهش پیدا کرد، همه صاحب خونه میشیم، آب و برق هم مجانی میشه، مشکل خشکسالی هم اصلا دیگه نداریم، شهرهای جنگ زده به حالت اولشون برمیگردن، آب و هوای آلوده و گرد و غبار هم دیگه نداریم. فرد میگه کلا در ایران باید همه چیز تحت کنترل حکومت باشه. جمال میگه در ایران چیزی به اسم قانون وجود نداره، همه چیز سلیقه‌ای اداره میشه. آرش میگه اینجا قانون خاص حکم فرماست، حتما بین سلیقه حاکم و هنجارهای جامعه رابطه مستقیم وجود داره. و در اینستاگرام وحید میگه هزاران مورد خلاف در این جامعه صورت میگیره، در مملکت ما دزدی، اختلاس، اسید پاشی در کشور هنجار شکنی نیست و اگر کسی هم افشا کنه میره زندان، ولی موتور سواری یک خانم میشه هنجار شکنی که وای اسلام به خطر افتاد، ولی از اون طرف همین خانم ترک موتور بشینه مشکلی نداره. و کاربری هم میگه مشکل اصلی فقر فرهنگی هستش و اینها همه چیز رو منفی میبینن، تعبیرشون از جنس زن فقط مختص خودشونه. این هم تعدادی از نظرات بود که براتون آماده کرده بودم. مسعود محمد از شاهرود روی خط، اینو عذرخواهی میکنم که معطلم شدیم ولی یک دقیقه فرصت داریم، بفرمایید. سلام علیکم آقای تفیری عزیز. سلام بر شما. خسته نباشید، شب و روزتون بخیر. ممنون. در رابطه با موتور سواری متاسفانه آقا جون، اینا وقتی دستور میدن به نیروی انتظامی، اینا مثل قدیما میگفتن آقا برو کلاهدار، اینا میرن سر رو با کلاه میارن. متاسفانه از همون آقای نیروی انتظامی یا مسئول گروه دستگیری این دختران اگر سوال کنی وظیفه ذاتی و اداری خودشون رو نمیدونن، که ما اگر الان از افسر نیروی انتظامی بپرسی که به شما واقعا حکم دستگیری اینا رو دادن، اصلا جوابی ندارن بدن. متاسفانه ما قانون ما سلیقه‌ای برخورد میشه، سلیقه‌ای ازش استفاده میشه. اگر کاری قرار انجام بدن طبق قانون، که متاسفانه هیچ کدوم از کارهای مملکت ما طبق قانون پیش نمیره، اگر طبق قانون اساسی مملکت پیش بره و کسانی که مجری قانون هستن قانون رو درست اجرا بکنن، ما نباید شاهد همچی چیزایی باشیم، همچی مطلبی باشیم. ممنونم که ممنونم که اومدین روی خط. محمد آقای فتی از کرمانشاه روی خطین، بفرمایین. الو سلام علیکم. سلام باشین. ممنونم. خواستم بگم که زیاد مزاحمتان نشه، من از کرمانشاه مزاحم میشم، فتایی هم هستم. فتایی اصفهانی. یعنی هنجار شکنی و اینا، فقط خواستم یه کلام بگم، به خدا خودمون مقصریم. چند روز پیش توش معده 22 بهمن کرمانشاه یه خانم با یه موتور معمولی از 125 خدا میدانم محجبم بود، ولی چنان کاری مردم با سوت و داد و بیدار کردن، اول پلیس ها دوراش کاری نداشت، ولی وقتی کار مردم کردن مجبور شد که گشته بذاره دنبالش بگیرتش. پس بر میگره به برهنگ ما، ما وجه نرسیم که دخترم هم بخواد سوار موتور بشه و همین. ببخشیم مزام. خواهش میکنم. کوروش از ایرلند با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. درود بر شما جناب آقای سفیری. درود میفرستم به همه بینندگان عزیزتون. جناب سفیری، من روی سخنم اول با این آقایونی هست که دنبال این خانم‌ها را افتادن، واقعا این کارتون بسیار زشته. شما خودتون همگی خواهر دارید، مادر دارید، این کارتون یک کار واقعا غیر انسانی و نشانه بی فرهنگی و بی تربیتی تونه. این یکی. دو، و منم روی سخنم به فرمانده نیروی انتظامی که اومده جلوی هنجار شکنی رو گرفته، یه مطلب من خوندم نوشته بود که در یک عملیات ضربتی اینا رو دستگیر کردید. شما اگه خیلی مردید، خیلی ولایت مدارید، با یه حرکت ضربتی جلوی قاچاق دخترها رو به کشورهای خارجی بگیرید، به کشورهای خلیج فارس بگیرید، به شیوخای خلیج فارس بگیرید. واقعا جای تاسف، واقعا من ناراحت شدم.
کوروش سپاسگزارم، فرصتمون کمه، با شما خداحافظی میکنم. سامان از مشهد روی خط نیست. سامان یک دقیقه فرصت داریم، بفرمایید. سلام علی تاتری. سلام بر شما. وقت بخیر. من سریع بگم. ببینید، یکی این که شما خودتون تو صحبت با یکی از مخاطبا فرمودید که به صورت کلی نمیشه از یک حادثه جزئی حکم صادر کرد. این حرف خیلی متینه و خیلی فرمود شما درسته. این که ما بیاییم حالا یه اتفاقی یه جایی افتاده، از اون الان بخواییم به یک کلیتی برسیم که در جامعه ایران فلان است و علت و علت، که طبق فرمایش شما کاملا اشتباه این قصه. از طرفی هم جوامع با هم فرق میکنن. حالا این که یه آقایی بیاد بگه که مثلا توی اروپا، ببینید به نظر شما اقدام، نه نه اجازه بدین، اقدام نیروی انتظامی در دستور درست بوده یا غلط؟ ببینید من نه نه اقدام اجازه بدین اجازه بدین اقدام نیروی انتظامی درست بوده، قانونی بوده؟ ببینید آقای سفیری، توی تهران خانم ها دارن نه 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 اصلا ولش کنین، ما اصلا با تهران کاری نداریم. این اقدام، این دو شهروند، نقض حقوق این دو شهروند در خوزستان درست بوده یا نه، حقوق قانونی بوده یا نه؟ اگر فرض رو بر این بگیریم که شما الان گرفتید که اینا فقط می‌خواستن موتور سواری کنن و نمی‌دونن برن سر کارشون، این کار اشتباه بوده. اما این نبوده. فیلمو شما میبینید. ببینید ما نمیتونیم، نه ببینید شما دارین تفسیر به رأی میکنید. سوال اینه آیا نیروی انتظامی کار قانونی کرده؟ اون بند قانونیش چی بوده؟ اگر کار غیر قانونی کرده بود باش برخورد بکنن. همین، من از همه کسایی هم که فرصت نشد بیان روی خط، امیر و علی که با اسکایپ پشت خط موندن و همینطور مصطفی و محمد از شهرکرد، عذرخواهی و تشکر میکنم. خبرهای پربیننده در شبکه‌های اجتماعی. تیراندازی مکرر در تهران که به گفته مقام‌های شهر تهران برای بار دیگه برای برخورد با یک پهپاد در منطقه پرواز ممنوع حضور یافته بود، از پرمخاطب‌های فضای مجازی بود و دستمایه طنز کاربران. ویدیویی هم در فضای مجازی منتشر شده، با هم بخشش رو می‌بینیم. امیر توییت کرده ولی به راحتی میشه این پهپاد رو هک کرد و فرودش آورد بدون نیاز به ضد هوایی و این همه سر و صدا، یا اینکه پشت اینا یه چیزای دیگه ای هست. آرمین توییت کرده اینکه با کلی ضد هوایی افتادن به جون یک پهپاد غیر نظامی و بعد چندین دقیقه شلیک آخرش هم نتونستن ساقطش کنن رو هم به امنیت بالای کشور ربط میدن. تاکسی تاپ توییت کرده برای یک پهپاد کوچولو اینقدر تیر شانس بردیم، فقط یک پهپاد کوچیک بود و وگرنه احتمالاً چند تا موشک بالستیک پرتاب می‌کردن وسط شهر. بله، زندگی جدید، زندگی بدون تحرک، این زندگی بدون تحرک ناراحتی‌های و بیماری‌های هم هر روز از جمله بیماری‌های قلبی. فردا دکتر جمشید مدداهی متخصص قلب و عروق مهمان برنامه ما خواهم بود از لس آنجلس. از همین الان میتونید نظرات خودتون رو در فضای مجازی با ما در اشتراک بذاریم و همینطور پیامگیر 202-382-7205. تا فردا شب، شب بر همه شما خوش. روز شبتون خوش.
صدای آمریکاست.